درود بر وارثان پرچم سرنگ شیر و خورشید ایران زنان و مردان آزادی خواه میهنم در آدینه دیگری در خدمت شما عزیزان هستیم فریاد یک مرجع تقلید بر سر نظام و تنی سنگین به خامنه ای قصابت حاکمان جمهوری اسلامی با کشتن یک دختر 21 ساله قبل از مشروع از شما همراهان عزیز میخوایم که همین الان روی گزینه لایک کلیک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. فریاد یک مرجع تقلید بر سر نظام و تنیک سنگین به خامنه ای آیت الله حلوی بروجردی از مراجع قوم و نوه حسین بروجردی به تازگی در منبرش در قوم از وضعیت اقتصادی مردم و شرایط کشور به شدت انتقاد کرد او به مقامات هشدار داد که زندگی مردم از بین رفت برای ایرانیان تهیه نان مسئله شده است این مرجع همچنین با تنه به خامنه ای که گفته بود معترضین از مردم نیستند اشاره کرد که حتما مترزین از کره ماه آمده بودند وضع معیشت مردم نه خوب نیست خیلی بده عزیزان آقایان مسئولین این تورمی که این بساتش رو سر مردم گسترده شده زندگی مردم رو داره از بین میبره داغون کرده مردم نمیتونه تحمل کنند الان تهیه نان برای مردم مسئله شده تهیه نان قبلا نان رو در هر خانه داشتیم دیگه لاعقل این تهیه نان مسئله است از اون طرف حالا گفتن مردم نیستن این مردم نیستن از کره ماه یه آمدن یا دشمن اینا رو فرستاد که امامه بندازن یا حمله کنن به نداره اما اینا هم از بس زندگی میخورن هم از اون برن. هم فوش این طرف رو دارن هم از اون بابا رحم کنید به مردم کار مهاجرت دیگه از همین کشورهای دوروبر ما در خلیج فارس بمون. همه استخدام دارن میکنن افرادمون رو الان دیگه از متخصص گذشته کارگر عادی رو هم میبرن اونجا حالا بگذاریم که خاکمونم دارن میبرن اونجا خاکم دارن میبرن. یکی دیگر از آخوندهای ساکن قوم نیز به تازگی در مصاحبه با کانال دیدار خطاب به خامنه ای گفت زندگی مردم را جهنم کرده ای بزرگترین درد ما بزرگترین بدبختی ما اینه که ما داریم برای دنیای فلسطینی ها می برای دنیای عراقی ها داریم می جنگیم برای دنیای سوری ها داریم می جنگیم ولی به مردم خودمون میگیم مردم سب کنید اون دنیا خدا بهتون میده داریم یه کلاهبرداری دینی میکنیم آقا ما داریم زخایر کشورمون و پولهای کشورمون و دلارهای کشورمون و خرج فلسطین و سوریه و عراق, عراق میکنیم ولی به مردم خودمون میگیم سب کن داریم دنیا رو برای عرب ها، دنیا رو برای فلسطینی ها میسازیم و دنیای خودمون رو جهنم کردیم بزرگترین درد ما اینه که رهبر جامعه باید امیدآفرین باشه چرا آی خامنه ای به جای وعده دادن نابودی اسرائیل به مردم ما نمیگه مردم 25 سال آینده ما تورم نداریم مردم 25 سال آینده ما دوزی نداریم مردم 25 سال آینده دیگه ما مستجر نداریم بحران ریزش نیرو در بین طلاب و روحانیون در ماهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده. محمود محمدی شاهرودی، مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور نیز در یک جلسه خصوصی در بیت رهبری اعتراف کرده است که مسئله ترک لباس مقدس روحانیت، ترک لباس مقدس بسیج و مسئله تضاد در نیروهای اعتقادی در میان طلاب و روحانیون طی اعتراضات سراسری تبدیل به یک ابر بحران بی سابقه شده است. او در ادامه می گوید که در کلاس های درس در حوزه های علمیه بحث روز موضوع رفتار نظام و شکل قوانین کشور و بحث شرعی بودن اقدامات نهادهای امنیتی در برخورد با مجرمان و معترضین است. به گفته محمدی شاهرودی، حتی طلاب و بسیجیان نیز به احکام صادره توسط قوه قضایی اعتراض دارند و تاکید می کنند که ادامه صدور احکام سنگین مانند اعدام برای معترضان ممکن است خطر عبور این قشر سابقا وفادار از نظام و رهبری و مراجع را در پی داشته باشد همچنین عبدالله حاجی صادقی نماینده خامنهای در سپاه پاسداران در این جلسه اذعان کرده پیش از آن با اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات گفتگو کرده و او گفته که برخی از مراجع تقلید به رهبری جمهوری اسلامی جسارت می کنند. سال گذشته همچنین بیانیه ای منصوب به جمعی از طلاب و مدرسین حوزه های قوم مشهد و در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن آمده علی خامنه ای مشتهد و مرجع تقلید نیست نویسندگان این بیانیه همچنین از حکومت جمهوری اسلامی خواستند که به کشتار مردم پایان دهند در بیانیه این طلاب آمده بود به عنوان کسانی که عمر خود را در راه تحصیل علوم دینی صرف کرده ایم قاطعانه و با اطلاع کامل عرض می کنیم که در این حکومت موسوم به اسلامی هیچ یک از صاحب منصبان تاثیرگذار و افراد دارای تریبون مشتهد نیستند و تحصیلات حوزویه در خوری ندارند نفر اول حکومت یعنی آقای علی خامنه ای به هیچ وجه مشتهد محسوب نمی شود تا چرا صد به مرجع تقلید قصاوت حاکمان جمهوری اسلامی با کشتن یک دختر 21 ساله خبر کشته شدن یک دختر جوان به نام نگار کریمیان با شلیک اشتباهی ماموران انتظامی به خودرو پدرش از روز گذشته در رسانه های مختلف منتشر شده است نگار کریمی زن جوان 21 ساله ی لور ساکن اصفهان وقتی به همراه پدر و خانوادهش در راه بازگشت از مراسم خاکسپاری دایی خود مجید رضایی بوده در اثر شلیک یک مامور نیروی انتظامی به خودرویشان جان باخته است بر اساس گفته های دو شخص آگاه فردی که به خودرو این شهروندان شلیک کرده از اعضای کادر نیروی انتظامی پاسگاه چمن سلطان واقع در جاده قلعه عبدالرضا بوده و همکنون هم در بازداشت به سر میبرد نخستین بار یک کاربر در شبکه اجتماعی اکس با نام مهرسا تصاویری از دختر جوانی که به نظر میرسید دوست نزدیک او باشد منتشر کرده و گفت که نامش نگار کریمیان است و نیمه شب 19 اسفند ماه 1402 در اثر شلیک مستقیم نیروهای پلیس در حوالی علی گودرز در استان لرستان جان باخته است این کاربر با انتشار تصاویری از خودروی خانواده کریمیان که گلوله به در سمت راننده آن برخورد کرده و عکسهایی از اعلامیه درگذشت نگار و مراسم عزاداری او نوشت خواهر نازنینم تاریخ 19 هم اسفند 1402 ساعت یک بامداد بر اثر شلیک اشتباه معموران نیروی انتظامی به ماشین در حال حرکت مجروح و ساعت سه جان باخت به کدام این گناه بر اساس اعلامیه که این کاربر منتشر کرده روز دوشنبه 21 اسفند ماه این زن جوان در آرامستان باغ رزوان اصفهان به خاک سپرده شده است یک شخص مطلع میگوید مأموران از فاصله حدود یک متری به ماشینشان شلیک کرده تیر از بدنه ماشین رد شده اول به دست پدر این خانم برخورد کرده و بعد از آن به شکم نگار خورده و از یک سوی دیگر خارج شده با اینکه این دختر به بیمارستان منتقل شده بود ولی چون اعضای داخلیش به شدت آسیب دیده بودند نتوانستند نجاتش دهند و جانش را از دست داد بررسی ها نشان میدهد که بسته به زاویه و فاصله تیراندازی تیر اسلحه کلاشینکوف می تواند چنین قدرت تخریب گری داشته باشد یک منبع آگاه می گوید که شلیک اشتباهی نبوده ولی مامور ناشی بوده است این فرد که خود در این صحنه شلیک به خودرو حامل نگار کریمیان حضور نداشته با استناد به شنیده هایش میگوید که معمور زارب اول دستور ایست داده ولی راننده ظاهرا متوجه نشده و توقف نکرده است این فرد تاکید میکند که زارب با اینکه کادر پاسگاه هست نه سرباز ولی ناشی بوده است این منطقه کوهستانی است و در تاریکی شب خیلی محتمل است که راننده خصوصا اگر بومی نباشد و نداند که چه خبر است ایست را نبیند اینجا معمولا به خودروهای پلاک بومی که توقف نکنند شلیک می ولی به ماشین های جاهای دیگر نه به گفته این شخص آگاه ناشی بوده به این معنا نیست که معمور زاره بلد نباشد با اسلحه کار کند بلکه بدون حکم تیر شلیک کردن به هر حال نوعی ناشیگری است کاربر محسا که پیشتر نیز به توییت او اشاره شد در پاسخ به پرسش های کاربران توضیح داده است به پلیس گزارش شده یک ماشین هاوی حمل مواد مخدر هست و اون مامور بدون ایستادن بدون تیر هوایی حتی بدون لباس نظامی تیراندازی میکنه و بعد میگه ببخشید اشتباه گرفتیم کسی که تیر نخورد تا جایی که سرنشینان فکر میکردن دزد بوده حتی تابلو ایست هم نداشته یک شهروند اهل علی گودرز درباره برخورد پلیس در آن منطقه میگوید در منطقه ما معمولا پلیس به شوتی ها یا ماشین هایی که مشکوک به حمل مواد مخدر هستن شلیک میکنه او توضیح می دهد ماشین این خانواده پلاک اسفهان بوده. خود پلیس هم می داند که شوتی پلاک ماشینش اسفهان نیست. قاچاقچی مواد مخدر هم پلاکش اسفهان نیست. بنابراین هیچ کدام این دو مورد درباره این خانواده نمی تواند درست باشد. شوتی ها افرادی هستند که کالاهایی که هزینه گمرک آنها پرداخت نشده یا اجازه ورود ندارند را از بنادر جنوبی دریافت کرده و با دریافت حق و زحمه به شهرهای مرکزی تهران و شمال ایران می بار بارانها معمولا خوراکی های غربی و خارجی است که از کشورهای عربی با لنج وارد خاک ایران شده است. پلیس ایران میگوید که به منظور مبارزه با قاچاق کالا در روند تردد این قشر مانع ایجاد می کند. فرد آگاه تاکید می کند اینجا در لورستان کاری با حکم و اتهام ندارند. اول شلیک می وقتی کسی تحت تعقیب است، اعضای خانوادش را گروگان می پلیس اینجا یک جور باند است. به گفته این فعال مدنی موضوع شلیک به ماشین خانواده کریمیان به خاطر احتمال حمل مواد مخدر شایع است. او تاکید می کند از ابتدا بحث مشکوک بودن به حمل مواد مخدر مطرح نبود. همه میگفتند گفتند معمور ناشی بوده. الان میگویند گویند مشکوک به حمل مواد بوده. این را اولش نمی گفتند. این گفته ها در حالی مطرح می شود که تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز پلیس و مراجع رسمی ایران این موضوع را تایید یا تکذیب نکردند و رسانه های داخل ایران نیز به این موضوع با وجود گذشت بیش از سه روز نپرداختند همراهان و یاران عزیز به پایان این برنامه خبری تحلیلی از کانال کیوسک رسیدیم فراموش نکنید دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم تحریریه کیوسکه پس با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم خبری کیوسک حمایت کنید